خب این جلسه پنجم از مبحث نگاهی به مقوله ترد شدگی ادامه بحثمون رو دنبال کنیم و الان بپردازیم به اینی که وقتی افراد ترد میشن، وقتی شما از اون مرکز توجه به سمت حاشیه حرکت میکنی در بازی سایبربال به توپ قرض نمیدند یا اون پرسشنامه در واقع ترد شدگی اجتماعی نمراتت شروع میکنه افزایش پیدا کردن شما در واقع چه حالاتی رو شروع میکنی نشون دادن من سعی کردم به صورت در واقع متفرق نه متمرکز مقالاتی رو خدمتون ارائه بدم که هر کدوم به یه جنبه پرداختن و یه بخشهایی از مسئله ترد شدگی رو توی افراد سنجیدن هر مقاله رو من در اینجا اسمش رو خدمتتون اون بالا نوشتم اونایی که دوست دارن میتونن به اصل منبع مراجعه بکنند و در واقع یافته مقاله رو به صورت خلاصه سعی میکنم در قالب یک یا دو جدول و عکس خدمتتون ارائه بدم مثلا این مقاله جالبیه 2018 Astrocism Drives Group Moralization و Extreme Group Behavior در واقع اون ترد شدگی اون اخلاقی سازی و رفتارهای افراطی رو در گروه افزایش میده داستان چیه؟ باز همه اینها اکثرا به کمک اون چند آزمون سایبر بال یا اون وبکمی که شما می دیدید طرف رو ترد میکنن طراحی شده افراد در جلسه شرکت میکنند و بعد از اینکه مدتی در واقع فرض کنید در اون آزمون سایبر بال هستن و توپ بهشون داده نمیشه و میان بیرون و یک احساس ترد شدگی دارن و پژوهشان نشون داده که وقتی شما در همچین آزمونای قرار میگیری تا چند دقیقه و حتی ممکنه یکی دو ساعت اون حس در شما باقی بمونه بعدش در قسمت دوم میان مثلا در این پژوهش پرسشنامه هایی رو دادن در مورد بعضی کدهای اخلاقی بعضی رفتارها که مثلا به نظر شما این رفتار چقدر لازمه آیا این رفتار واقعا باید اجرا بشه یا میشه یه جاهای کوتاه اومد چیز جالبی که متوجه شدن اینه که وقتی شما در گروه در واقع میشه گفت ترد شده قرار داری آستروسزم قرار داری که اینجا با مربع نشون داده وقتی شما مورد ترد قرار میگیری احساس میشه که نسبت به اون نرم ها به اون هنجار هایی که در اون گروه وجود داره شما خیلی رفتار میشه گفت متعصبانه تری رو پیدا میکنید و در واقع در این مطالعه به صورت مجموع نشون داده اگر شما این قسمت سمت راست رو نگاه کرده باشید کامباین مورالتی افراد وقتی ترد میشن و نیاز به تعلق بالا دارن در واقع NTB میشه need to belong نیاز به تعلق بالا دارن انسان هایی که به نوعی تو ذاتشون هست که باید یه جایی متعلق باشن وقتی حس کنن دارن از اون سیستم خارج میشن به هنجارهای اخلاقی اون سیستم خیلی خیلی به صورت متعصبانه تری وفادار میشن و وقتی ازشون تو پرسشنامه پرسیده میشه آیا مثلا میتونیم این قضیه رو در نظر نگیریم آیا میشه از این اقماس کرد میبینی از اونهایی که در واقع با نقطه چین اینجا نشون داده و درون گروه هستند و اون تجربه ترد شدن رو نداشتن خیلی سختگیرانه تر در واقع پاسخ میدن پس این یک بخش بود پس یکی از یافته هایی که ما داریم اینه انسان که نیاز به تعلق دارند وقتی حس کنند بو ببرند احساس کنند که در اون گروهی که هستند دارند به حاشیه رانده میشند به جای اینی که در واقع هنجارهای اون گروه رو زیر پا بذارند یا خیلی از موارد قانون شکنی کنند افراتی تر میشند شاید شما این رو در زندگی روزمره متوجه شدید متوجه میشید بعضی ها مثل که یه تعصب خیلی پررنگی دارن و تعجب میکنی و حتی این جمله رو میگی میگی اونایی که مثلا اصل قضیه هستن اصل اون گروه هستن اصل اون باور هستن به اندازه تو متعصب نیستن ولی در این حال این حسم هم داری اینی که این همه این فرد متعصبه ولی جزء هسته مرکزی اون باور اون گروه اون گروه سنتی اون گروه مذهبی نیست و حتی ممکنه ازش نکات رو پیدا کنی که دال بر اینه که او در حال ترد شدن هست و اینجا خیلی از موارد مردم ممکنه اینجوری فکر کنن که این فرد داره تظاهر میکنه تو اگه راست میگی تو که جزء اصلی اونا نیستی اصلا انداختنت بیرون میخوان اخراجت کنن تو چرا اینقدر دل میسوزونی تو چرا در واقع کاسه داغتر از آش شدی و حتی بعضی فکر کنن خب این این ادا داره در این تظاهرشه در صورتی که اینجوری نیست وقتی شما به حاشیه رانده میشی شروع میکنی خیلی متعصبانه به نرم اخلاقی نگاه کردند یا یک مورد دیگه این هم پژوهش جالبیه توی این پژوهش شما میبینید چارترند هست تانیا چارترند یکی از افرادیه که راجع به مسئله تقلید خیلی کار کرده این هم یک کشف جالب دیگه است I'm too just like you منم مثل شما Non-conscious mimicry of an automatic behavioral response to social exclusion در این مقاله باز اومدن همین رو بررسی کردند که در واقع اساس صحبت بر سر اینه که همونطور که شما از متن به هاشیه رونده میشید و در واقع به نوعی احساس ترد اجتماعی میکنید سوشال اکسکلوژن میکنید رفتارهاتون ناخداگاه تقلید بیشتر از جریان اصلی اون گروه میشه این پدیده است که چارترند سالها قبل به نام پدیده آفتاب پرست مطرح کرده بود ببینید این لغت آفتاب پرست معمولا یه بار تظاهر داره یه بار ادا در آوردن داره کم لون افکت در صورتی که چارترند گفته بود نه انسان ها وقتی به هم علاقه دارن وقتی در مقابل هم قرار می گیرن ناخد آگاه بدون اینه که خودشون آگاه باشن حرکت های غیر کلامیشون شبیه هم میشه. در اینجا مثالی که بررسی کردن حرکت پاهاست که مثلا شما دیدین افراد که جلوی میز میشینن بعضیا شروع میکنن پاهاشون رو تاب دادن بعضیا پاهاشون رو رو زمین سر میدن بعضیا های مرتب پا رو به یک سمت میبرن به یک سمت دیگه میارن پاشنشون رو میکوبن یعنی یک حرکات خاص حالا شبیه بیقراری نگیم ولی حرکت خاص پاست و اینا اومدن در واقع بررسی که کردن و فرض کنین عکس گرفتن از پاهای افراد دیدن وقتی شما در آزمون سایبر بال داری ترد میشی حرکت پاهای شما شبیه تر میشه به افرادی که در واقع هنوز ترد نشدند یعنی افزایش در واقع میمکری داری افزایش اون ادا در آوردن رو داری و نکته جالب این هست که در واقع وقتی توسط همگروهی خودت داری ترد میشی و اون کسی که شما رو داره ترد میکنه در اینجا شما ببینید در حالتی که هیچ تردی وجود نداره مقدار میمکری یعنی تقلید حرکت پاها اینقدر هست هنگامی که کسی که داره شما رو ترد میکنه هم گروهتون نیست البته من چند مقاله پیش گفتم چند بحث پیش به یک مقاله اشاره کردم که حتی کلاس کلانا هم آدم رو ترد میکنن دردناکه ولی ببینید واکنش به ترد شدن توسط در واقع غیر همگروهی خیلی شدید نیست ولی وقتی توسط همگروهی داری ترد میشی در واقع و احساس اکسکلوژن رو میکنی اون حرکت پاها و تقلیدها خیلی بیشتر میشه ببینید به طرز معنیداری اینجا مثلا دو دهم ده بوده به طرز معنیداری به حدود چهار دهم ده افزایش پیدا کرده یعنی مقداری از زمان که فرد در حال حرکت نوسانی شبیه اون همگروهی است که او رو ترد کرده در صورتی که میبینی این همگروه در سمت چپ مشاهده میکنید اگر او رو ترد نکنه یا غیر همگروه خیلی حرکت پاها شبیه هم نخواهند بود من فکر میکنم که این یافته جالبیه بخصوص دوستان عزیز همین مطلب رو نگاه کنید این در روان درمانی خیلی کاربرد داره مطالعات جالبی نشون دادن که وقتی ارتباط با درمانگر شروع میکنه شدید شدن اون مراجع اون در واقع کلاینت شروع میکنه خیلی میمکری کردن طرز گذاشتن دستش لحن کلامش حرکت سرش اینایی که سر رو دیدین نادینگ بیهیویر است اینجور سر تکون میدن خیلی به درمانگر شبیه میشه ولی در مورد اینی که آیا وقتی احساس کنه که درمانگر داره او رو ترد میکنه چون میدونید ریجکشن در روان درمانی یک پدیده خیلی مهمه آیا اون موقع هم حرکتاش طبق پیش بینی چاتراند بایستی که اون موقع هم شما تقلید رو بدید. پس یه یافته دیگه ای که داریم اینه که بزرگسالان وقتی احساس میکنند دارن ترد میشن شروع میکنند خیلی بیشتر ادای گروه ترجوانده رو در آوردن این رو تو نوجوانام داریم برای همین اون شکل و شمایلی که خودشونو در میارند لباسی که میپوشن تکیه کلام هایی که به کار میبرند گاه یوقات معنیش این نیست که این اصل جنسه اوخ اوخ این از اون مرکز اون گروه برخواسته گاه یوقات معنیش اینه او حاشیه است و در حال رانده شدن به حاشیه هست و این شاید بتونه توضیح بده بعضی رفتارهای شما رو که چرا اینقدر شبیه دوستاش در میاد این دوستا مگه چی بهش دادن این دوستا چه فایده ای دارن و شما ممکنه باید حواستون این باشه که این حالت رو شما نمیتونید دقیق پیش بینی کنی که آیا این دقیقا درون گروه قرار داره یا اینی که داره از گروه خارج میشه و هی داره لباس اونا رو میپوشه ادای اونا رو در میاره میره شبیه اونا رو تتو میکنه رو شبیه اونا در واقع اصلاح میکنه و چیزی که این دوتا رو از هم تمایز میده فکر کنم حد زدید اونی که تو جریانه و اونی که روحاشی است هر دو افراطی هن حتی حاشیه‌ای ممکن افراتی تر باشه اون احساس رضایت از زندگی و خلق و انگیزشه حالا بعدا به این خواهیم رسید ممکنه شما تقلیدت بیشتر باشه اعتقاد اخلاقیت خیلی راسختر باشه ولی در کنارش یه حس پرخاشگری و یه حس نارضایتی داری و این تمایز میده شما رو از اینی که تو جریان اصلی هستی یا اینی که توی حاشیه هستی توی کودکان چه پژوهش های هست این هم پژوهش قشنگه من یه دلیلی هم که این پژوهش ها رو خدمتتون ارائه میدم حالا اونایی که شاید با این حوزه رشته و طرز مطالعات روانشناختی علوم اجتماعی روانشناسی اجتماعی آشنا... علوم شناختی آشنایی ندارن یه ایده بگیرن که این پژوهش ها چگونه صورت میگیره <تصفح> مثلا این پژوهش جالب دیگری است روی کودکان سی ماهه یعنی دو سال و نیمه صورت گرفته و اینجا کودک رو ترد نکردند بلکه از طریق نشون دادن کارتون یک انیمیشن صحنه ترد شدن رو به او نشون دادن یعنی خود کودک ترد نشده ولی پجوهش های دیگه همونطور که شما دیدین مشاهده نقاشی های رنوار در مقابل ادوارد هوپر تفاوت ایجاد میکرد اینی هم که شما ببینید حتی اون کاراکتر اون شخصیت کارتونی ترد شده اونم هم همین حس رو در کودکان ایجاد میکنه پس observing third party ostracism enhances facial mimicry in 30 month olds مشاهده ترد شدن نفر سوم تقلید چهره رو در کودکان سی ماهه افزایش میده ببینید این رشته ها علوم شناختی روانشناسی روانشناسی اجتماعی اینا علوم تجربی هستند علمند از طریق آزمایش آزمایش دقیق کنترل شده سعی میکنند به قوانینی برسند تو این آزمون چیکار کردن همچین چیزی هست همچین نقاشی نشون دادن که مثلا اینجا نقاشی است که این حشره داره توسط این ستا ترد میشه محلش نمیذارن اینقدر حلش میدن میندازنش بیرون در رو میبندن در صورتی که مثلا توی این یکی حالت حالت ترد شدگی رو تجربه نمیکنه خب پس میان ترد شدگی رو در کودک القا میکنند بعدش ممکنه به کودک این تصاویر رو نشون بدن یک منظره از طبیعت و ابتها و انتها منظره از طبیعت منتها در وسطش یک فیلم کوتاه در حد چند ثانیه ببینید اینجا یک هزار میلی سکند یعنی یک ثانیه هست اینجا سه هزار میلی سکند هست سه هزار میلی سکند و سه هزار میلی سکند یعنی تقریبا یک حرکت در حد ده ثانیه تقلید تغییر چهره هست یعنی یک فیلمی از خانومی رو نشون میدن که چهرهش مثلا طرز خاصی تغییر میکنه مثلا فرض کنید که لبش رو جمع میکنه و ابروهاش رو میبره بالا و همزمان از کودک در واقع EMG میگیرند EMG یعنی نوار ازوله یعنی الکترودهای های کوچکی رو به صورتش وصل میکنن ببینن انقباز ازولات صورتش چگونه هست این فرایند میتونه نشون بده که کدام ازولات چهره کودک داره شبیه اون فرد منقبض میشه و چیز جالبی که شما اینجا میبینید اینه ببینید در شرایطی که کودک شاهد صحنه در واقع تبعید یا اون ترد شدگی بوده قبلش مثلا اینقدر تقلید میکرده چهره اون طرف مقابلش رو ولی ببینید بعد از مشاهده اون چهره میزان تقلید چهرهش افزایش پیدا کرده پس شما ببینید حتی در کودکان سی ماهه وقتی بوی ترد شدگی میاد بوی دور شدن میاد بوی اینی که بندازنت بیرون میاد ناخداغا چهرش شبیه اطرافیان میشه جستاش اداهاش حالا چرا اینجوری میشه؟ بعضی این تعبیر رو دارن میگن بدن و روان تمام تلاشش رو میکنه برای اینی که وقتی داری ترد میشی به اون جرگه دوباره برگرد و یکی از اون برگشتنها به اون جرگه اینه که بیشتر شبیه اونا بشید اسم مقاله قبلی یادتونه اونایی که پاشون رو حرکت میدن من هم دقیقا مثل شما هستم یعنی تلاش برای شبیه اون جمع شدن افزایش پیدا میکنه و شما میدونید یکی از چیزهایی که افزایش شبیه جمع شدن هست تکیه کلام اون جمعه ژست های اون جمعه اون حرکات بدن اون جمع هست و در واقع یعنی یه کاری میکنه که سعی میکنه من برگردم تو دل اون جمع هر وقت بوی ترد شدن میاد پس شما اینو میتونید حالا به عنوان یک الهام در زندگیتون نگاه کنید وقتی حس کنید از یه گروهی دارید ترد میشید از یه سیستمی دارید ترد میشید ممکنه تکیه کلاماتون اون طرز حرف زدنتون اصطلاحایی که به کار میبرید شبیه تر بشه به اون عده یعنی شما دارید به اون سمت حرکت میکنید خب این بچه های سی ماهه بود دو سال و نیمه بچه های بزرگتر چطور؟ بچه های دبستانی، پیش دبستانی Children show selectively increased language imitation after experiencing ostracism باز هم ببینید مقالات جدید هست مال 2020 هست اینجا چیکار کردند؟ اینجا کودکان دبستانی در واقع در مقابل یک فرد قرار گرفتن که دو تا مقوله رو در واقع اجرا کرده یکیش اینه که شما ببینید مثلا این البته در زبان انگلیسی بوده به همین دلیل در واقع شما بایستی که فکر کنید که چگونه این افزایش تقلید رو سعی کردن بسنجند خب یه حالتش حالتیه که داره ترد میشه یه حالتیش که در واقع فرد ترد نشده و دو مقوله رو توش سنجیدن تقلید زبانی و در واقع که به ساختار لغوی برمیگرده و دیگری ساختار نحوی ساختار جملات آزمون خیلی خلاقه به این صورت. که مثلا اشاره میکنه که بعضی لغات ها تو انگلیسی هستند که ممکنه که مثلا دو تا معادل داشته باشه، مثلا شما تصویر خرگوش رو ببینی هم میتونی بگی رابت هم میتونی بگی بانی ولی مثلا اگر فرض کنید اون کودک ازش میپرسند که این بانی در صورتی که اون فردی که مقابلش هست وقتی داره حرف میزنه و تصویر خرگوش میاد بگه رابت، حالا باید ببینیم که آیا کودک در جملات بعدی خودش از لغت بانی استفاده میکنه یا از لغت رابت منظور من رو فهمیدید یعنی اینی که ببینن که اون فردی که در مقابلش هست چقدر علاقه دارن از لغت خاص او استفاده بشه این یک در واقع تقلید هست که تقلید لغویست لکسیکال هست یک حالت دیگه میتونه تقلید نحوی باشه سینتاکتیک مثلا اینکه او در واقع فعل رو به صورت مج... جمله رو به صورت مجهول به کار میبره یا غیر مجهول A girl is being patted by a bear. A horse is pulling a fairy. A frog is, po is, poking a clown. ولی نگاه کنید یک حالت در واقع میتونیم بگیم که در واقع فعل نوع ساختار مجهول داره. در واقع a girl is being patted by a bear. این بای a ای هست و کودکان معمولا این وچ رو خیلی به کار نمی برند بیشتر سعی دارند که مثلا a lion is hitting a fireman رو استفاده کنند. نمیگن ا a lion was hit by a fireman. Uh, یا فرض کنین a frog is, po is poking a clown uh, snap uh, در صورت که باید حالت خاصترش اینه که بگن a clown snap was poked by a frog این, این که حالت در واقع نحویشون را تغییر بدن باز بررسی شده که ببینن افزایش پیدا میکنه یا نه چیز جالبی که دیدن باز همینه دیدن ساختار لقوی و ساختار نحوی هر دوی اینها وقتی کودک احساس ترد شدگی میکنه افزایش پیدا میکنه یعنی کودک میاد لغت های شبیه تر به طرف مقابلش رو به کار میبره و ساختار نحویش هم از حالت اکتیو به پسیو ریسپانسش در واقع افزایش پیدا میکنه و هر دوی اینها معنی دار بوده خب چه شکلی ترد شدگی رو در کودک اجرا کردن از طریق آزمون های شبیه سایبربال پس یافته دیگه هم اینه که کودکان دبستانی هم وقتی احساس میکنن ترد میشن حتی ساختار معلوم مجهول به کار بردن افعال و همچنین به صورت لغت هایی که طرف مقابل تکیه کلام داره یا لغت خاصی داره مثلا به خرگوش میگه بانی یا میگه رابط به سمت تقلید بیشتر افزایش پیدا میکنه خب اینا همش نکاتی رو به ما نشون میده که به نظر میاد مثل این در واقع سیستم ایمنی بدن هست وقتی شما یک میبینید عامل مهاجمی وارد بدن میشه و شما یک واکنش داری واکنش التهابی داری گلوبول ها بسیج میشن خون رسانی افزایش پیدا میکنه شما شاهد افزایش در واقع اون حالت سرخی اریتم در محل زخم هستی به نظر میاد افرادم وقتی دارن از میدان جاذبه یک گروه خارج میشن این علائم رو نشون میدن تقلیدشون افزایش پیدا میکنه افتارشون افراتی تر میشه این تقلید در کلام، چهره حتی به کار بودن ساختار نحوی سینتاکتیک در لغات وجود داره خب ببینیم چهره هاشون چجوری میشن وقتی دارن ترد میشن یعنی اینم روش بررسی شده میبینید چقدر پژوهش‌های های متعددی صورت گرفته یعنی عرض کردم خدمتون نزدیک 400 500 تا پژوهش از ها رو میذارن هشون کن ترک کردند کردن بعد یکی یکی میان بفهمن چی هاشون هست حالا بعضی از پژوهش‌ها که یه ذره مبهم تر بوده من ازش دوری کردم مثلا اینکه فشار خون میره بالا یا میاد پایین بیشتر عرق میکنن یا نمیکنن ترشح کورتیزول چی میشه این یکی از بحث و مقالات بسیار زیادی هست که اون لحظه کورتیزولش میره بالا یا میاد پایین آیا ضربان قلبش میره بالا یا میاد پایین خیلی نتونستن به جنبندی برسن اینایی که دارم خدمتتون میگم بیشتر اونایی هستن که به جنبندی رسیدن حالا سوال بعدی اینه که وقتی شما داری ترد میشی چهرت چجوری جوری میشه یعنی چه واکنش هایی توی چهره نشون میدی facing exclusion and smiling through the pain در واقع مواجه شدن با ترد و لبخند زدن در هنگام در واقع درد positive emotion expression doing interpersonal ostracism بیان هیجانی مثبت در حین ترد شدن اینم باز مقاله جدیدی است مال 2019 هست و ببینیم توی این مقاله چیکار کردن در این مقاله از سیستم اوکم استفاده کردن همون که گفتم هر کسی میاد 90 ثانیه خودشو معرفی میکنه و وقتی نوبت به معرفی آزمودنی میرسه میبینی بقیه گوش نمیدن تو اون فیلمی که از قبل ضبط شده این فکر میکنه فیلم زنده است با هم دیگه شروع میکنن حرف زدن ممکنه هت ست رو از سرشون ور میدارن پایین رو نگاه میکنن شروع کردن یادداشت کردن و فرد یه احساس قوی ترد شدگی پیدا میکنه و بعد بیان هم ازش بپرسن که چی تجربه کردی و همین که چهرش رو در واقع بسنجند چیز چیزهای مختلفی از تو این مقاله در اومد مثلا اینکه طبیعتا وقتی که فرد ترد میشه یک احساس منفی به اون عامل ترد کننده پیدا میکنه یعنی شما ببینید این زمانی است که طرف ترد نشده 27 نفر توی گروه اینکلودد بودن گروهی که ترد نشدن در مقابل 28 نفر که تو گروه ترد شده و احساس ترد شدن داشتن ببینید این شاخص ها همشون به طرز معنیداری حالا به غیر از این یه دونه افزایش نشون میده احساس اینی که از اون طرف خوششون نمیاد احساس اینی که سعی میکنن اون طرف ترک کننده رو یه ارزیابی منفی تر بهش ارائه بدن حتی چیزای بدی راجبش بگن و حتی وقتی هم ازشون میپرسن این احساس ترد شدگی رو خب به زبان میاره ما چیز عجیبی که این مقاله نشون داد اینه خب تو چهره بعضی ها ما شاهد افزایش خشم هستیم ولی همون مقدار که ما شاهد افزایش خشم هستیم شاهد افزایش در واقع لبخند زدن هم هستیم و چیزی که متوجه شدن اینه که وقتی انسان ها دارن ترد میشن یه گروهیشون به طرز معنیدار و جالبی شروع میکنند لبخند زدن و خندیدند پس فکر این هم شما ممکن بگید خب ما این رو میدونستیم معلومه افراد وقتی خیت میشن افراد وقتی از یه جمعی عذرشون رو میخوایم شروع میکنن لبخند زدن ولی چیز جالب اینه که حتی لبخندها و خنده‌های اصیل میکنند میدونید که ما یک تو مبحث خنده این رو داریم دو نوع لبخند و خنده داریم یکیش خنده دوشن هست که در واقع چشم ها هم جمع میشن و عضلات اطراف پلک منقبض میشن که افراد میگن این خنده اصیل اینه در مقابل اونی که اداشو در میاری و از اون لبخند های تلخه که میزنی که در واقع چشم ها منقبض نمیشن اون اوربیکولاریس اکولی اون عضله دور چشم انقباض نشون نمیده و در واقع کنار پلک شما اون حالت مانند و چین و چروک ظاهر نمیشه به اون میگن خنده و لبخنده غیر دوشن نان دوشن. حالا من در یک مبحث تنز و خنده بیشتر راجع به این صحبت خواهم کرد منتها چیزی که هست اینه که با کمال تعجب دیدن بسیاری از افرادی که ترد میشن حتی اون حالت دوشن رو نشون میدن منتها چیز جالبی که هست اینه وقتی از اونایی که دوشن نشون میدن میپرسن حس چیه متوجه میشن که حس بد داشتند یعنی به عبارت دیگر سیستم موتور هنوز سعی میکنه که چهره رو حفظ کنه به قول خارجی ها لوز فیس نکنه ولی سیستم درونی ما اون احساس خشم و سرخوردگی رو تجربه میکنه و عملا اون سلف ریپورتد ایموشن اون هیجانی که خودشون گزارش میدن از نظر هپی بودن خیلی کمه و آنچه که هست خشم و قمه پس این چیزی که شما ازش دستگیرتون میشه حالا ممکن بگید ما همه اینو میدونستیم یک آدمی با هوش متعارف اجتماعی اینو میدونه وقتی عذر یه نفر رو میخوای تردش میکنی یا از جمع اخراج میشه خیلی هاشون میخندن لبخند میزنن و خیلی چهره خندان و بشاشه ولی این چنده چهره خندان و بشاش کاملا یک مکانیزم دفاعی است و در پشت اون یک احساس خیلی خشم و سرخوردگی نهفته است پس از این به بعد وقتی دیدید جواب نه به خیلی میدین لبخند میزنن یاد حرف من بیفتید که خب این لبخند از اون واکنش های اتوماتیک حتی ممکنه دوشنی هم باشه ولی اون پشت یک زخم و درد خیلی عمیق هست باشه احساس همدردی کنید خب پس یه اتفاق دیگه که میفته ممکنه وقتی افراد رو ترک میکنین به غیر از اینی که تقلید میکنن به اینی که سعی میکنن خیلی شبیه شما بشن شروع میکنن خندیدن و این خندیدن اصلا به معنی خوشحال بودنشون نیست این واضحا خشم و در واقع سدنس غمگینی پشتش وجود داره حالا یه آزمون دیگه اومدن بررسی کردن اینم باز مقاله قشنگیه حالا برای اینکه با روش شناسیش آشنا بشید این رو گذاشتم When ostracism leads to aggression وقتی ترد منجر به پرخاشگری میشه حالا ببینیم که این چجوری بوده این یکی از آزمون تایبر بال استفاده نکردن در واقع افراد رو به یه بهانه آوردن که منتظر باشید که بیایم میخوایم ازتون در واقع یک آزمونی بگیریم در مورد خوراکی ها به خصوص در مورد سس ها سوس های تند میخوایم یک جلسه گذاشتیم که شما کمک کنید همکاری کنید نمره بدیم به این سس های تند و سوسای تنده خیلی اونا که تند و تیزه و میخوری و احساس بدی خواهی داشت و افراد که تو اون سالن انتظار هستن به خیال خودشون همه آزمودنی ان در صورت که اونایی که تو اون سالن نشستن همدسته پژوهشگر هستن و اینا شروع میکنن از وسایلی که تو اون اتاق هست مثلا میگن که سری وسایل رومیز بود شروع کردیم با اینا بازی کردن یه توپ تنیس بود شروع کردیم به همدیگه توپ تنیس انداختن شروع کردیم مثلا از این چیزایی که رومیز بود به همدیگه ارجا دادن بیا اینو نگاه کن بیا اینو نگاه کن اول کار اون آزمودنی هم بازی بود ولی بعد شروع کردن اون دوتا فقط با همدیگه این کارو کردن و اصلا انگار آزمودنی وجود نداره و در واقع نه توپی بهش پاس دادن و نه از اون اسباب بازی ها گذاشتن استفاده کنه بعد تو مرحله بعد آزمون حالا این مرحله رو من اینجا توضیح کامل نمیدم بر میگردم در جلسه بعد به این توضیح میدم هدفونی داشتن که مثلا حالا هدفون بذارید سرتون و میخوایم حالا این سوس کچاپ و اینا رو اندازه گیری بکنیم منتها تو یک ده هدفون کنترل صدا داشت تو یک عده کنترل صدا نداشت یعنی کنترل صدا در دست آزمودنی باشه یا اینی که نباشه چون شما میدونی وقتی کنترل دستت نیست شما حتی عصبی تر میشی مثلا اینکه هدفون رو گذاشتی اونجا و این داره موسیقی پخش میکنه داره پیام پخش میکنه ولی شما اون دگمه ای رو که بخوای صدا رو کم و زیاد کنی نداری در مقابل یه گروه دیگه که این دگمه رو داشتند پس حالا چهار حالت مختلف میشه اونایی که ترد شدن و بعد ترد شدن کنترل روی صد دارن یا ندارند و مرحله سومش اون آزمونی بود که اینا خیال میکردن توش قرار شرکت کنند و در واقع دادن کچاپ برای پژوهش. منتها اساس طراحیش این بود که شما کچاپ بریز برای بقیه که اونا بقیه همه این کچاپ تند رو بخورند و در واقع نمره بدن یعنی هر کسی کچاپی رو باید تست میکرد که اون همدست یا همکارش توی آزمون ریخته یعنی به عبارت دیگر شما فرصت انتقام داری اونایی که تردت کردن میتونی بهشون کچاپ تند بدی و این هم اون آزموندنی ها در لابل های صحبت هاشون گفته بودن همه از این آزمون بدم میاد کچاپ تند اصلا خیلی حالا رو بد میکنه من اصلا نمیتونم کچاپ تند بخورم منتقل یافته آزمون جالبه اگه این واقعا صحت داشته باشه نشون میده چقدر انسان ها کینه این به مسئله ترد شدن و اونم اینه میانگین کچاپ زمانی که شما ترد نشدی؟ میانگین کچاپ تند وقتی که ترد شدی برای اون همدست برای اون آزموندنی دیگه به خیال خودت زید آزموندنی نیست اون جزء همدست هست 6 گرم در مقابل 27 گرم این تفاوت رو نگاه کن حتی این تفاوت رو اصلا توی خود مقاله گذاشته بود به عنوانی که ببینید چقدر فاصله داری ببینی در واقع افراد وقتی آستروسایز میشن وقتی ترد میشن میشه گفت این هرس رو داشتند که کچاپ تند خیلی بیشتری برای اون افراد ترد کننده ریختند پس میبینی ترد شدگی با این هست منتها نکته ظریف این آزمون چی بود اینه که اونایی که ترد شدن که اونایی کچاپ تند ریختند که کنترل روی صدای هدفون هم نداشتند پس به عبارت دیگر مخلوط ترد شدگی با نداشتن کنترل بر شرایط پرخاشگری رو خیلی بدخیم تر میکنه اینو شما نگه دارید چون ممکنه شما بپرسید ما چکا کنیم وقتی ترد میشه مصبانی نشیم ما چکا کنیم وقتی که یکی رو ترد میکنیم از خشم او در امان بمانیم برای اینکه دیدین که اولش میخنده تقلید در میاره خیلی ملوس میشه پیشی ملوسه میشه سعی میکنه که ادای شما رو دراره سعی میکنه از کارهایی که شما میکنین تقلید بکنه ولی وقتی ترد شدن شدیدتر شد دیگه شوخی نداره که در این آزمون شما میبینید که ورداشته کچاپ رو تقریبا میشه چقدر شده 5 -6 برابر کچاپ تند رو بیشتر ریخته و قانون این آزمون هم این بود که باید کچاپ رو تا ته بخورید نمره بدید این سس تند رو و این میدونسته که اون افراد سس تند نمیتونن بخورن میگفتن آهای میسوزه چشمامون ولی گفته اب نداره بذار حالشون رو بگیرم ولی کی خیلی این کار رو کرده در اسلاید بعد ببینید زمانیه اونی که دیمینیشت کنترل کنترل بر روی اون هدفون نداشته یعنی به عبارت دیگر شما رو تردت کنند و روی امور زندگیت کنترل نداشته باشی این یه کوکتل بدخیمه و اون کنترل ببینین راجع به ترد شدن نبوده یعنی این نبوده که منو ترد کردین من کنترل داشته باشم بتونم برگردم بجم نه نه اینو نمیگفته کنترل رو امور نامربوط بوده صدای اون هدفون بوده یعنی وقتی شما از یه جرگه ای ترد میشین و توی حوزه نامربوط مثلا حالا فرض کن منو نه تنها گروه نمیخواد بلکه حالا اجازه ندارم ماشینم رو اونجا پارک کنم نه تنها گروه منو نمیخواد بلکه اجازه استفاده من فرض کن مثلا از کتابخونه رو هم گرفتن وقتی این دوتا رو مخلوط میکنی یعنی loss of control از دست دادن کنترل و اخراج یک کوکتل بدخی میجاد میکنه خب باز پژوهش دیگه میگم ببینید طراحی پژوهش ها خیلی خلاقانه است مثلا اینی که سس تند بخورونی به اون کسایی که تردید کردن یکی دیگهش این بوده این یکی اومده چیکار چی و سنجیده combating the sting of rejection with pleasure of revenge A new look at how emotion shapes aggression اینم باز مقاله جالبی است دوال یکی از نویسنده‌هاش هست دوال یکی از افرادی است که توی قضیه یه ترد شدگی خیلی کار کرده طراحی این هم به این صورت بوده که در واقع افراد وقتی ترد می شدند به بعدش توی آزمون دیگه به جای اینکه این دفعه کچاپ بریزن یک آدمکایی رو درست کرده بودن از میگفتن اینا از هم گروهی ها هستند و در واقع ببینن چند تا این سوزن به اینا فرو میکنه و به طرز معنیداری میبینی حرسش رو سر آدمک پیاده کرده یعنی این آدمک ها شکل و شمایل افراد هم گروه هستند رو به شدت بیشتری در واقع سوزن فرو کرده توش این شاید معنیش هم اینه که اگر یکی میخوان ترد کنی حالا یه آدمک در اختیارش قرار بزنین بزنین رو با سوزن خالی کنه منتها توی این پژوهش هم باز یه چیز دیگر رو بررسی کرده بودند کیا بیشتر انتقام میگیرند کیا بیشتر سوزن میزنن به این آدمک چون میدونی اخلاق پژوهش اجازه نمیده شما خشم مستقیم نشون بدی حالا ما تردت میکنیم بعد ببینیم مثلا ما رو این طرفو میزنه فوش میده داد میزنه اینا به این راحتی اجازه نمیدن میگن اصلا اخلاقیات زیر سوال میره و اینا ولی خب حالا اجازه دادن که مثلا رو میدن دستش بیا هر کاری خواستی باش بکن اینام سوزن است ببینن چقدر از حرصش سوزن وارد میکنه یعنی انتقام منتها سوال اینه کیا بیشتر انتقام میگیرن Pleasure اف ریونج اینو من این جلسه نخواهم گفت جلسه بعد راجع بهش صحبت میکنیم که در واقع اون عواملی هست که باعث تشدید یا تعدیل میشه یکیش رو لو دادم نداشتن کنترل حالا ببینیم کیا هستن که انتقام بیشتر میدن یا مقاله دیگه هست که مثلا وقتی شما در واقع از در اجتماعی اکسکلود میشه چیکار کار میکنی دیدن در این مقاله در واقع social exclusion shifts personal network scope در ژورنال فرانتیرز اف سایکولوژی چاپ شده کار دیگه که اینا مشاهده کردن اینه که وقتی افراد مثلا ترد میشن شروع میکنن تعداد زیادی پست های نامربوط برای دوستاشون فرستادن یعنی اگه شما یه زمانی اس کردید مثلا یه دوستی که خیلی در واقع مثلا روزانه 5 تا پست برای شما میفرستاد حالا چه توی فیسبوک چه توی اینستاگرام یا چه هر جای دیگه یه دفعه پستاش به طرز معنی داری افزایش پیدا کرده لزوما معنیش این نیست که او علاقش به شما بیشتر شده یا یه جوری یاد شما افتاده وقتی افراد ترد میشن دیدن به صورت جبرانی شروع میکنن به بعضی گروه ها به صورت سنگین تر توجه کردن یعنی شیفت میکنن پرسونال نتورکشون رو و مثلا در این مطالعه دیدن مثلا این گروه حالا هر گروهی ممکنه فرق کنه وقتی که باعث ترد شدنشون شده مثلا آرتیکل shared مثلا شما هم دیدین خیلی ها توی این شبکه های اجتماعی یه مقاله میخونن یه عکسی میبینن یه چیز جالبی هست دارن اون رو سعی میکنن شعر کنن ببینید فرد با دوستان نزدیکش شعرش رو افزایش داده ولی با بستگان نزدیک شعر رو کاهش داده و با دوستان دورش هیچ تفاوتی نکرده و با بستگان دورش هم هیچ تفاوتی نکرده حالا سوال این نیست که چرا به دوستان نزدیک بیشتر فرستاده ببین به سهم شیر کردن به دوستان نزدیک افسوده شده این در حالت ترت است این در حالت عدم ترت است و از سهم شیر کردن با بستگان نزدیک کاسته شده این رو بقاله بحث نکرده چیزی رو که بحث کرده اینه که میگه دینامیکه هر کس خاصه یه جوره یعنی شما نمیتونی به راحتی پیش بینی کنی وقتی یه نفر رو داری ترت میکنی سرمایه گذاری روانیش به کدوم سو سوق پیدا میکنه ولی میدونیم بر اساس گفته مقاله لاقل در فضای مجازی ببینید جمله که برداشت کرده Social Exclusion Shifts Personal Network Scope یعنی ترد اجتماعی اون نتورک فردی شما رو شیفت میکنه از یه گروه به یه گروه دیگه یعنی در حال یه زلزله ملایمی ایجاد خواهد کرد و در واقع این اتفاق هم میفته خب پس یافته های متعددی بود من خواستم یه مقدار شما رو با اون طرز پژوهش و اون چیزهایی که این علم تو این زمینه دریافت کرده بیشتر آشنا کنم این یکی رو نگاه کنید این آخرین اسلاید از این مپ هست از این فایل امروز هست و این یکی جالبه سوال دیگه این بوده که خب یه گزینه دیگه هم ممکنه تو ترد اتفاق بیفته شما رو وقتی از یه گروه ترد میکنند آیا شما برمیگردی میگی خب بهتر اصلا کی با اونا میخواست علاقه داشته باشه من چند اسلاید برگردم به عقب نگاه کنید وقتی در این آزمون در اینجا شما مشاهده کردید وقتی افراد رو ترد میکردند نظرشون راجع به فرد ترد کننده بدتر میشد مثلا احساس اون رپیوتیشن فرد رو سعی میکردن خراب کنند که نظرت راجع به همگروهی ها چیه نظر منفی تری میداد نه به نظرم خیلی هم باسواد نبود نه حس میکنم که خیلی توانا نبود شما اینو فکر کنم به صورت غریزی میدونید مثلا میگن که حالا مثلا دستش اون مثال ایزوب هست که به انگوره گفتن به روباه گفتن به بخش میخوام چرا انگور نمیخوری چون دستش نمیرسید و بهانه آورده بود که ترشه حالا اینم ممکنه اینجوری باشه که آدمایی که ما رو ترد میکنن ما شروع میکنیم دیفیمشون میکنیم در واقع از اعتبارشون میکاهیم اورا رو بدنام میکنیم ولی سوالی که کرده اینه آیا ممکنه اونوری بشه شه. یعنی یکی شما رو ترد کنه ممکنه شما بیشتر حریص بشی به سمت او حس کنی یا عجب مالی بود این به حتما یه چیزی داشته که منو ترد کرده این عباحتش بیشتر بشه اون احساس کنی که نه این خیلی جذابتر بود این رو هم پژوهش کردند که منتها در کجا پژوهش کردند در این پروسه های سپید دیتینگ اینایی که در خارج هست که پنج دقیقه با یک فرد از جنس مخالف صحبت میکنن که بعد ببینن اینا چه نمره‌ای به هم میدن آیا مایل هستن با هم آشنا بشن آیا مایل هست با هستن با هم قرار بعدی بذارن به سمت نامزدی و حالا ازدواج و اینا این گروه هایی که همسریابی میکنن پارتنریابی میکنن و ببینن عکس عمل انسان ها وقتی توی اسپید دیتینگ ریجکت میشن ترد میشن چی هست منتها یه چیز عجیب ما میدونیم این رو از دیرباز میدونستند وقتی کسی از جنس مخالف شما رو ترد میکنه دو مسیر میتونی بری میتونی به سمت تحقیر تمسخر و تقلیل او حرکت کنی یه همچین چیز خوبی هم نبود اصلا چه بهتر اصلا کی میخواست با این آشنا بشه اصلا خوب شد اصلا نزدیک به هم نشدیم و اینا ولی برعکس ممکنه شما خیلی احساس حریص بیشتر بشی یعنی یه جوری حس کنی که نه خیلی من اونو میخوام و این جمله هست که میگه اون هرچی سختتر عمل میکنه میل و اشتیاق طرف مقابل افزایش پیدا میکنه اسم مقاله اینه When does playing hard to get increased romantic attraction وقتی play هارد میکنی سخت بازی میکنی رو به طرف مقابل نمیدی کجا هست که باعث افزایش میشه یعنی کجا هست که ریجکشن باعث میشه که اتفاقا بیشتر طرف به شما علاقمند بشه و جذب شما بشه چون این رو دیدن که واقعا یک مسیر دوگانه میره اکثریت مردم وقتی تردشون کنی اونا هم به شما نظر منفی پیدا میکنن و حس خوبی به شما ندارن دیگه هم طرف شما نمیان ولی یه درصدی یک عده قلیلی در این مطالعه اومده ببینه اونا کیا هستند که وقتی تردشون میکنی بیشتر این اشتیاق رو نشون میدن و در واقع وقتی باشون پلی هارد میکنی پلین هارد یعنی یه جوری حالا به قول معروف کلاس میذاری براشون یه جوری خودتو میگیری براشون رو بهشون نمیدی محلشون نمیذاری بیشتر شایق میشن اینا کیا هستن این رو من در جلسه بعد خواهم گفت پس تا اینجا اگر بخوایم یه جنبندی بکنیم اینه وقتی افراد به صورت هاد در واقع ترد میشن این واکنش ها رو نشون میدن تلاش برای شباهت و تقلید افزایش اعتقاد به باورهای گروه ترد کننده خندیدن و حفظ چهره اتصال شدیدتر به گروه های جایگزین خش و احساس منفی به ترد کننده افسردگی حس انتقام و خواستن بیشتر فرد ترد کننده اینا مکانیزم هایی است که تو افراد شکل میگیره منتها فراموش کنید این اثر حادشه یه من بحث خواهم داشت در مورد اثرات مزمنش وقتی شما مکرر این بلا میاد سرت و این حالا یه بار تو آزمون سایبر بال بود یه بار در یه جایی بودی که طرف رو خاموش کرد یه بار در اون اسپید دیتینگ بودی اون ملاقات پنج دقیقه ای که بخوای با جنس مخالف صحبت کنی ولی در دراز مدت تو زندگی این اتفاق بیفته چیه پس یکی این رو باید جواب بدیم چون اثرات حادش میبینی خیلی متنوع ولی اثرات مزمنش بعد از یه مدت که واقعا به حاشیه رونده میشی خیلی شدیدتر و خیلی یک نواختر میشه دیگه این تنوع رو شما نمیبینی دیگه آدما نمیخندن دیگه اون حس باورهای اخلاقیشون افزایش پیدا نمیکنه به صورت یک میشه گفت قهقرایی میرند که راجع به اون صحبت خواهم کرد پس یکی اون رو صحبت خواهیم کرد یکی دیگه صحبت خواهیم کرد که خب چی میشه یکی انتقام میگیره یکی بیشتر میخواد ترد کننده رو یکی سعی میکنه که خشمش کمتر بشه یا بیشتر بشه یکیشو گفتیم وقتی کنترل بر محیط پایین داری اونایی که کنترل بر محیط بالا دارند اونا وقتی ترد میشن خشم کمتری نشون میدن برای همین گاهی اوقات وقتی یک کسی به اوضاع مسلطه و شما تردش میکنی خیلی نگران انتقامش نباید باشی اون سس کچاپ رو برای شما 26 گرم نمیریزه ولی اون کسی که از جای دیگه از کانون دیگه هم حس میکنه کنترل از دستش در رفته و لک آف کنترل داره یعنی حتی صدای اون میکروفون رو هم نمیتونه تنظیم کنه اون آدم منتظر باش ممکنه بهت بزنه خب پس این بحث امروز رو ما اینجا تموم بکنیم تا جلسه